شما عزیزان و ادامه برنامه امروز و تشکر از تمام صاحبان کالا و آگهی‌هایی که در این تلویزیون میبینید. برای اگه اینا نباشن ما هم نیستیم. امروز یک مهمان عزیزی دارم که یکی از چهره‌های خیلی خیلی موفق به خصوص حالا ایرانی رو که بگذاریم کنار، به خصوص در هالیوود که تا چند دقیقه دیگه ایشون هم تشریف میارن باشه مصاحبه داشته باشیم. میگی 8:30 that means 10:30 PST Persian Standard Time. وقتی به ایرانی میگی 8:30 تازه ایرانی 9:30 شروع میکنه دوش گرفتن، ریشاشونو زدن، سیبیلاشونو بند انداختن. تو اگه ساپورت جامعه ایرانی رو میخوای برنامه رو چی آمریکایی با شروع کردن یعنی چه؟ نیومده آمریکایی شدی؟ ما 28 سال اینجا هم میخوام برگردم ایران، تو اومدی آمریکایی شدی؟ What the hell is wrong with you? برنامه‌تون فوق‌العاده بود، واقعا همه لذت بردن. آفرین، شما یه فرد بسیار بسیار خلاقی هستید و به شما افتخار می‌کنم. برنامه خیلی عالی بود، واقعا قشنگ بود، جذاب، خنده‌دار. I'm so proud to have a Persian comedian like Mr. Shams. Make me smile the entire time. Make me laugh, make my family laugh, make the whole audience laugh. It was an awesome show. Great, fantastic guy. Fantastic. I had a great time. I enjoyed it. I wish it was longer. یکی از بهترین استند اپ کمدیان‌ها یه جامعه ایرانی هستم با واقعا افتخار ماست که بسیار برنامه جالب و زیبایی بود. بسیار ما خندیدیم. واقعا حال کردیم. You are a genius, man. پسر حسابیه. علی رو میگم. دکتره. برای لیلای من عالیه. میدونم. رزیدنسش هم تازه گرفته. ولی سهیل چی؟ سهیل؟ کدوم سهیل؟ سهیل؟ بابا پسر آقای اصلانی مهندسه. No man, I think Layla should go with Shervin because he had the fattest beamer out of all of them. What's her problem? IranianPersonals.com. The choice is yours. خب اگه خدمت شما با مهمان عزیزم که دیگه خوش شدی دیگه تو دستگاه به خوشکن گذاشتم خوش شدی. هلو میسی اسلام. هی در مقابل دوربین سلام چنل لیدیز فرست لیدیز اوکی ویلکم ایوریبادی. نو امروز باید یه بلایی سرش بیاد. سلام علیکم ایوریبادی بلیده و به تقی و به نقی و هادی. واتس اپ واتس اپ حال شما؟ من روی صفحه به لطف شما. I'm not a rapper, but I'm gonna rap Mr. Siaha, but not crap. My name is Islam Anthony Shams. I talk, I sing, and I dance. برای مشتری پرتوقع create میکنم تنوع. Welcome to Ladies First. I'm gonna be the only guest on this show. I hope you like it. And here we go. Sit back, relax, and enjoy the show. Peace. Thank you, Mr. Anthony. You are very, very, very welcome. اسلام، وقتی شما میری بیرون، مخصوصاً دیگه میدونی که بعد از یه اتفاقات هم که افتاد و اینا، وقتی ازت میپرسن اسم چی میگی، اسلام چی بهت میگن؟ الان دیگه من هیچ مشکلی با اسمم ندارم. هر کی هم که داره، به قول آلمانیا، شایزه ایگال. اسمیه که به من... من در... این شایزه ایگال. You don't wanna know. I don't give a damn what they say, I guess. ببینین بشر در سه مورد حق انتخاب نداره. تولدش، مذهبش و اسمش. کی گفته؟ نه، این شکلی بوده. بعد که کوچ اجباری یا کوچ دلبخواهی که کردین، بعضیا میتونن مذهبشون عوض کنن، بعضیا میتونن اسمشون عوض کنن. بدونین که سیتیزن که تو آمریکا میشین، شما میتونین اسمتون عوض کنین. I'll tell you what, I have no problems with my name, especially after 2001, September 11. اسم من اسمیه که means تسلیم به خدا.
این اسم تا روزی که من در گور خاک میشم روی من خواهد بود. هیچ مشکلی هم باهاش ندارم. Learn to deal with it. Okay, بابا, you are the best. خب چه خبر آقای اسلام شم؟ چه خبر؟ یکی از بچه های بسیار خوبی که سالهای سال میشناسم. خداییش خلا بشنم یا بکنم فهم میکنه بعدشون باید به من امضا بده کادو بدی بگیر اوکی اوکی دفعه واقعا اسکار رو ببری خدمت رو هستم که دوستای بسیار خوبیه که وقتی شما دست دوستی باش میدید دیگه تا ابد دوست شما خواهد بود یعنی اصلا یه چیزی تغییر نمیکنه نه مزاحمتون میشه نه پشت سر کسی حرف میزنه نه بعضی وقتا یک شعرهای عجیب غریبی بینه که یکی از کمدین های خیلی معروفمون هستش واقعا نداریم اسلام شمسی نداریم نه داریم داریم اسلام شمس نداریم اسلام شمس نداریم چون خدا وقتی فهمید پرفیکشن چیه دیگه تکرارش نکرد This was an amazing performance. It was one of the best I've ever seen. Terrific job. کامبینیشن انگلیسی و فارسیش رو خیلی دوست داشتم برای اینکه هم جامعه سنای ما رو میگرفت و هم بچه های ما رو که هر دو بتونن لذت ببرن خیلی مبتکر بودین خیلی عالی بودین و درست همون دقیقا همون چیزایی که در مورد ایرانی ها گفتین همه شکل یکایک درست بودین هموطنان گرامی دست به دست یکدیگر داده متحد شوید به ایران عزیزمان بازگردید انقلابی کنید، خونی بریزید و ما در چارچوب دموکراسی و آزادی آمریکا ناظر بر اعمال شما خواهیم بود و وقتی که اوضاع برای ما و خانواده ما امن و امان بود ما با اطمینان به وطن باز می‌گردیم زرش! اگه ما انقلاب